تا فهمیدیم به سرعت راهی شدیم. ساعت 18 راه سخت است و صعب العبور. به ارتفاعات مالگاله در کوهمر سرخی میرسیم. دوستداران محیط زیست یکی یکی به دل آتش میزنند. با چی خاموش میکنی؟ با این دستگاه دمنده که میبینید من کول دارم، با اینا خاموش میکنیم. با تاریک شدن میتوان عمق فاجعه را دید. وقتی زبانه های سرخ آتش در سیاهی شب شعله میکشند. به سبب باد قالبی که از این سمت داره میوزه، آتش داره به سرعت به سمت قله میره. شرایط آنقدر بحرانی است که دسته دسته گروه های مردمی به کمک میآیند. حتی صابر. صابر برادرم از هر وقت آتش سوزی تو کمر میشه، من میرم آتش خاموش کنم، اونم میگه من باید بیام. آب میخوای؟ آب. او سهمی در دیدن زیبایی های جنگل ندارد، اما آمده تا سهمش را در پاسداری از آنها ایفا کند. آتش هر جا بتونیم خاموش میکنیم، امداد رسانی میکنیم، به مردم اطلاع میدیم که بیاین کمک کنی. در یک تلاش نفسگیر حوالی 2 بامداد آتش کمی مهار شد. هنوز بخشای کوچکی از این ارتفاعات در آتش میسوزد. صبح با طلوع آفتاب آتش در جنگل غروب میکند. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست، اما جنگلی که روزی پر از ارژن و بنا و بادام کوهی بود به خاک سیاه نشسته. ارزش اکولوژیکی این درخت را هیچ کسی نمیتونه تخمین بزنه. هیچ کس. میلیون ها دلار بده دیگه این سبز نخواهد شد. تنها از ابتدای امسال تا کنون 118 مورد آتش سوزی در فارس رخ داده. در 3 ماه گذشته 10,000 هکتار از جنگل‌های فارس در آتش سوختند. نیروهای مردمی که اومدن اینا بدون تجهیزات با شاخه درخت نمیشه آتش بی سنگین خاموش کرد. منابع طبیعی باید تجهیز کنه اینا رو. همه حسابی از شب گذشته خستن، اما باز هم خبر از شعله کشیدن آتش میرسد. سری بریم که قسمت جنوبی هم مجدداً گرفته. استانداردها میگوید به ازای هر 2,000 هکتار یک قروقبان برای حراست از جنگل ها نیاز است، در حالی که در فارس کمبود نیرو کار حراست از جنگل ها را دشوار کرده. ما توی این شهرستان شیراز با 625,000 هکتار مساحت 12 قروقبان داره. با این شرایط و کمبود تجهیزات و نیروهای دولتی امید جنگل ها به ماست. از صابر که با جان دل جنگل ها را میبیند تا محمد جواد مختاری که پارسال در آتش سوزی جانش را از دست داد. همه ما یک محیطبانی. رادیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، کوهمن سرخی شهرستان شیراز.